Bonjour et bonsoir. Bienvenue dans une autre vidéo avec Mariam. خیلی خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه با مریم. امید حالتون خوب باشه. هر جایی هستید مشغول به هر کاری هستید. تو این ویدئو اسپیشال قرار نیست نکته خاصی رو یاد بگیریم. قراره یه سری نکات هایی که من به تجربه خودم درک کردم که میدونم برای یادگیری درست و سریع‌تر زبان فرانسه میتونه به دردتون بخوره و این ویدیو برای کسایی خوبه که توی یک سطحی اومدن و بعد دیگه بلوکه شدن، جلوتر نرفتن و یا کسایی که بیشتر دلشون میخواد بیان که ما دلیم میخواد بیشتر کنورسیسیون و مکالمه کار کنیم. این ویدیو مخصوص شماست اگر این مطلبیه که مورد نیازتون هست و دوست دارید بدونید، بنابراین این ویدیو رو دنبال کنید. و اگه تازه روی این ویدیو افتادید به قول فرانسویا و میدونید که توی این کانال ما به آموزش فرانسه میپردازیم، میتونید سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش هم بزنید تا اینکه نوتیفیکیشن براتون بیاد به هر وقت که یک ویدئویی از سمت من منتشر بشه. میتونید بیان ببینید و نظر رو بدید، نظر عادلانه. ممنون از حمایتتون، ممنون از اینکه هستید. منم تلاش میکنم مفیدتر اینجا براتون باشم. خب اولین مطلبی که خیلی مهمه و باید بهش توجه داشته باشید و بدونید خیلی موثر زمانه. اگه من نوعی 10 دقیقه هر روز وقت میذارم، 10 دقیقه مفید، و همکار من، دوست من 30 دقیقه وقت میذاره و حتی بیشتر ولی مفید و به صورت مداوم، قطعا بازدهی اون با بازدهی من فرق میکنه. قطعا زمانی که اون میتونه درست و صحیح به یک سطح مناسب برسه با من که 10 دقیقه وقت میذارم فرق میکنه. پس اینو فراموش نکنید. خب و دومین مسئله که روی زمان تاثیر میذاره، مثلا روی 30 دقیقه که من هر روز برای خودم ایجاد میکنم که اون زمانو به آموزش فرانسه بپردازم، تمرکزه. اگه من 30 دقیقه یا اصلا 20 دقیقه درست و متمرکز روی مطلبم باشم، خیلی موثرتر از اونه که 1 ساعت 45 دقیقه بشینم پای فیلمم، بشینم پای پادکست هام، بشینم پای متدم. پس بنابراین همینطور که در ویدئویی که قبلا در این مورد صحبت کردم، ترفندهای یادگیری، همطور که تو این ویدئو گفتم، کلیته یعنی کیفیت خیلی مهمتر از مقداره. کیفیت. خب این شد از اینکه متمرکز بودن چقدر مفیده. یکی از مواردی که به تمرکز ربط داره اینه که وقتی شما دارید یه فیلم میبینید، یه فیلم یا سریال به فرانسه میبینید، بعد میان با سوتیتر با زیرنویس انگلیسی میبینید، این باعث میشه تمرکزتون بیاد پایین از روی اصل مطلب که آموزش یا یادگیری فرانسه است. بنابراین فیلم که میبینید با سوتیتر و زیرنویس فرانسه حتما ببینید. خب اگر روی یوتیوب میتونید نگاه میکنید اون سریال یا فیلمتون رو، میتونید سرعت ویتسش رو از روی نرمال ببرید کمتر، یعنی آرومتر صحبت کنه. این خیلی میتونه مؤثر باشه و میتونید، بعضی هستن که خودش براتون سوتیتر فرانسه گذاشته، خب میتونید بر ابتدا اونو فعال کنید اگه فکر میکنید که اینطوری مفیدتر براتون. و یه سریالی که میتونید، همه توصیه میکنن و واقعا بین سریال دیگه برای آموزشی آموزش و اکادمیک بودن مناسب تره، فرنچ اکسترا هست. فرنچ اکسترا اسمش انگلیسیه ولی سریالش فرانسه هست. نسبت به سریال های دیگه برای آموزش خیلی به درد بخورتره که میتونید اونم خیلی از اپیزوداشو توی یوتیوب پیدا کنید. بعد کسایی که هنوز به اون نیوای سریال نرسیدن میتونن مثل خیلی ها کارتون نگاه کنن، دسن انیمه. خب دسن انیمه هایی که میتونید نگاه کنید
بسته به سطحتون میتونه متفاوت بشه، چون بعضی از دسن انیمه ها خب قطعا سطحش بالا سریعتر صحبت میکنه. اگه میخواین شروع کنید میتونید با پپا پیگ شروع کنید و یا یه ذره بالاتر کیو، یه ذره بالاتر لو هستن که میتونید اینا رو نگاه کنید. حالا یه ذره سطح شما بالاتره دیگه، اینجور سریال ها اینا خوبه برای زبان عامیانه، زبان فامیلیه، زبان هر روزشون. حالا میخوای یه ذره سطح ویدیوها و سطح اون پادکست هایی که گوش میدی رو بالاتر ببری، میتونی از تد تاک استفاده کنی. تد تاک که تلفظ فرانسه میگن تد تاک، تو انگلیسی تد تاک های فرانسه هستن که خیلی هم برای بلازه تماتیک، بلازه ایده بهتون کمک میکنن. اگه قصد دارید که کلن از زندگی روزمره، خوردن، خوابیدن، نمیدونم خرید کردن یه ذره برید بالاتر، اون تد تاک ها خیلی موثرن. بعضیا خیلی خیلی خیلی، من خیلی دوست دارم خودم به شخصه هر موقعی که بخوام یه وقتی رو برای آموزش فرانسه بذارم برای خودم، یه وقتی که تفریح باشه برام، میام یه تد تاک فرانسه نگاه میکنم. تد تاک آن فرانسه میتونید اینو تایپ کنید توی یوتیوب، تد تاک آن فرانسه. خب این بود از گوش کردن و دیدن. حالا گوش کردن هم میتونید به رادیوهای RFI گوش بدید و اینکه تو رادیو RFI خب کاتگوری ها و موضوعی متفاوتی داره، میتونید کلتورش رو گوش بدید، میتونید پلیتیک، اکونومیک، دبخه بر اساس اون چیزی که نیاز دارید. حالا توضیحات کمپلمانتر این ویدیو توی همون ترفند یادگیری هستش که این دوتا میتونن مکمل هم باشن برای اینکه به شما بیشتر کمک کنن. خب پادکست هم خیلی پادکست های متفاوتی هست. یه چیزی که میدونید در نگاه کردن ویدیو و در گوش کردن، یعنی به صورت اکوت و کمخانسیون اغل مد نظر داشته باشین، این که به چی علاقه دارید. اگه به نمیدونم آنویرونمان علاقه دارید، یا به سلبریته ها علاقه دارید، یا به جو سپا شانسون آن فرانسه، لفت آن فرانس و la culture française، اینو میتونید به صورت اون پادکست، اونو مثلا تو اون پادگیرتون که الان خیلی زیادن دیگه، جایی که میتونید پادکست گوش بدید، هم به فارسی هم به فرانسه هم به انگلیسی، میتونید اون موضوع مد نظرتون رو بزنید، یک کلید واژه‌ای بزنید و ببینید چی میاد. مثلا به development personnel یعنی به توسعه فردی علاقه دارید، اینو تو پادکست خانتون میزنید و کلی ویدیو میتونید دریافت کنید و بیاید پیست های اودیو، یعنی دقیقا پادکست هایی که میتونید گوش کنید. و یه چیزی که خیلی مهمه، علاوه بر اینکه علاقتون رو لحاظ میکنید توی انتخاب ویدیو، انتخاب پادکست، اینه که چند بار اونو نگاه کن، اون سریالو، اون ویدیو رو و یا اون پادکست رو یه بار اکتفا نکن، چون هر بار اون ساختارا برات مرور میشه، دوباره به گوشت میرسه، دوباره توی اون ساختار، توی اون کانتکست میبینیش و درصد اینکه بیشتر به یادت بمونه، بیشتر برات مؤثر باشه و بیشتر پراتیک باشه خیلی بالا میره. پس نگاه کردن و تکرار کردن خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه. شاید به لحاظ اینکه ذوق داشته باشید، یکی دیگه ببینید، یه موضوع دیگه، به لحاظ دیورتیسمان یعنی تفریحی و سرگرمی یکم بیاد پایین، ولی اگه قصدتون اینه که همزمان اینکه دارید سرگرم میشید یه چیزی هم یاد بگیرید توی در زمینه فرانسه، اینو مد نظر داشته باشید. خب یکی از چیزایی که خیلی مهمه فراموشش نکن اینه که مگه میشه کسی فرانسه رو یاد بگیره بدون اینکه گرامر یاد نگیره؟ مگه داریم؟ اصلا نمیشه بچه ها، فرانسه رو نمیشه فقط مکالمش رو یاد گرفت، فقط حرف بزنی، گرامر خیلی مهمه. نمیخوام واقعا امیدتون رو بشکنم،
و اینکه بهتون حس بد یا انرژی منفی بدم، ولی واقعیت اینه که گرامر فرانسه، گرامر توش خیلی محوری و مهمه، ازش غافل نشید. و اینکه هر قسمت آموزش گرامر توی آموزش وکبوله، آموزش وکبولر و قسمت‌های مختلف دیگه آموزشی فرانسه هر کدوم جایگاه خودشون دارن. نمیتونه یه کسی بیاد یه قسمت مثلا وکبوله و یادگیری کلمات و اصطلاحات بیاد غالب بشه روی چی؟ روی گرامر. بچه من کسایی رو دیدم که توی کشور فرانسه زبان دارن زندگی میکنن، ایسو دبروی، از پس خودشون برمیان، ولی فرانسه بد حرف میزنن، ای بغل مل، فرانسه بد حرف میزنن، مشخص خارجی هن و پر از اشتباه گرامری کنجوگزون هستن. بنابراین این یکی از دلایلی که بهتون میگم بچه ها، تا وقتی که پا از این جایی که هستید و زبان مادریتون بیرون نذاشتید، حتما وقت بیشتری دارید اون وقتتون رو بذارید برای یادگیری بیسیک فرانسه. حالا ما داریم در زبان فرانسه صحبت میکنیم، تا اونجا مجبور نشی فقط میخوای مقصودتو برسونی، فقط حرفتو بزنی، چون سر کاری نمیتونی، وقت نداری کنسانتره و تمرکز کنی روی گرامر، گرامر بزنی کنار، تو ذهنت کوچیک و کوچیکترش کنی و فقط بخوای منظور رو برسونی. این در مرور، یعنی به مرور زمان، در گذر زمان تبدیل میشه که گرامر کلن حذف میشه. یه زمانی یه چیزایی بلد بودی، اما الان فقط به خاطر اینکه مجبوری فقط منظورتو برسونی، به خاطر اینکه سر کاری، به خاطر اینکه دانشگاهی، مجبور شدی که بیس کارو، اون روح و اون چیزی که باعث میشه اون زبانی که داری بهش صحبت میکنی پیوختر، خالصتر، زیباتر، یعنی باشه، حالا در زمان فرانسه گرامرش هست، اونو کمرنگ کنی، کنار بزنی، به مجبور خفش کنی. این یه چیزی بودش که خیلی مهم بود. حالا اگه میخوای داری فرانسه یاد میگیری و میخوای بیشتر کار کنی، بیشتر برات بیشتر توش امخنگه بشی، یعنی بیشتر تو شما نفوذ کنه، اینه که به کسی یاد بدی. آقا دوستم، آقا برادرم، خواهرم، من اینو یاد گرفتم، دلت میخواد هر چی که من یاد گرفتم بیام بهت بگم؟ تو این روزا، تو این تایما، مثلا آقا ما ویدیو کال میکنیم، من هر چی، اصلا با هم هم نمیتونیم توی زمان یه جا باشیم، هر چی یاد گرفتم میام بهت یاد میدم. اولا اینکه برای خودت مرور میشه و تازه کلی ایرادایی که و یه سوالایی که به ذهن خودت نرسیده شاید به ذهن دوستت برسه، و یا اینکه موقع آموزش به ذهنت برسه آه این راست میگه، این چی میشه، خودم به این قسمت دقت نکرده بودم، و این باعث میشه که شما کاملتر، پررنگتر یاد بگیرید و تازه به یکی هم خیلی رسوندید. دو تا قسمت داره، این کار حتما انجام بده. و برای یه مطلبی هم که میخوام اضافه کنم اینه که نوشتن رو دست کم نگیرید، خوندن رو دست کم نگیرید، یه کتاب دستتون بگیرید، علاوه بر متدی که دارید، علاوه بر متدی که دارید یه کتاب مثلا مثل پوتینیکولا کتاب هایی هستش که حالا اگه بتونید پی دی اف شو پیدا کنید که کارتونش هم روی یوتیوب هست و خیلی برای آموزش خوبه، این نیکولای کوچولو یه پسر بچه هست که داستان‌هایی که در زندگیش اتفاق می‌افتاد به صورت نوشتاری توی کتاب برای شما نوشتن. حالا اگه بتونید توی کشور فرانسه زبان هستی میتونید اونو پیدا کنی، اگه نمیتونی پی دی افش رو پیدا کنی، کارتونش هم هست. بچه‌ها خوندن باعث میشه هر آنچه که توی گوش کردن، نگاه کردن چندین بار اون ساختارا براتون تکرار شده دوباره به صورت نوشتاری ببینید. از اینم نگذریم که بعضی بچه‌ها یادگیریشون مدلش بیشتر اینه که بیشتر می‌بینن و بیشتر یاد می‌گیرن. وقتی که می‌بینن عمیق‌تر یاد می‌گیرن، دیرتر از یاد می‌برن. یا بعضی هستن با گوش دادن دیرتر از یاد می‌برن. اینکه چه جوری یاد می‌گیری و بیشتر رو کدوم حس قوی‌تر هستی، اینو از یاد نبر. ولی نوشتن و خوندن رو نوشته خیلی خیلی میتونه تأثیر داشته باشه
خصوصا اینکه در قالب یه داستان ساده و جذاب باشه، ساده ولی پر از آموزش. خب این از نوشتار شد که خیلی مهمه برای خوندن کتاب، حتما یه کتاب دستت بگیر. بگذاریم از اینکه شانسون هم میتونه خیلی موثر باشه، چون بر اثر تکرار و لیریک و تکستش رو دیدن اینا. بچه ها متد های رای کمپلمانتر و مکملیه در کنار متدی که داریم، این چیزایی که گفتیم. از آموزش این که به یکی هم بگی صحبت کردیم، و اینکه برای اینکه انگیزه داشته باشی برای خودت یک بیت، یک ابجکتیو، یه هدف بذار. مثلا اگه قرار مهاجرت کنی، این میتونی انگیزه خیلی خوب باشه برات. یا اصلا برای خودت بیا آزمون، برو آزمون ثبت نام کن. من میخوام توی آزمون شرکت کنم، میخوام تف بدم، تصرف بدم، میخوام دلف بدم، میخوام دلف بدم. این باعث میشه که تلاش بیشتر و جدی تر بگیری اوضاع رو. و اینم فراموش نکنیم که در یادگیری هر چقدر که معلمت داره تلاش میکنه، یه قسمتی هم برای تو، قسمت بیشتریش برای تو. پس قسمت خودتو، سهم خودتو از آموزش انجام بده و سعی کن که تمام اون تلاشی که میتونی بکنی رو انجام بدی با همه این چیزایی که گفتیم. و یادت نره توی کلاس فقط نیستی اونجا که گوش کنی، نوت برداری. تو اونجا هستی که حتی وقتی میگن بچه ها بیان این دیالوگو بدید، بچه ها این دیالوگو جوه لسن کنید، بیان این دیالوگو تئاتر بازی کنی، فقط ارو نخونی اون چیزی که نوشتی، حفظ کنی، سعی کنی که زندگیش کنی. هم جذاب تر میشه و همی که یادگیری تو خیلی بالاتر میره، یعنی اینکه عمق یادگیری تو بالاتر میره. و حالا در انتها فکر میکنم همه چی رو بهتون گفتم بچه ها. اینم برای اینکه قسمت هایی رو بیشتری رو بدونید، من برای اینکه تکرار نکنم تو این ترفند های یادگیری میتونید برید اونم ببینید. و اینکه بچه ها امروز 3 دی من دارم این فیلم رو میگیرم، 24 دسامبر. آره 24 دسامبره، نمیدونم، حالا اگه اشتباه میکنم نمیدونم. مهم اینه که بچه ها از امروز 30 روز برای خود یک چالش بذار، یک دفی بذار، یک چالش بذار. 30 روز، 30 دقیقه با کنسانتراسیون کامل، 30 روز سانز اره بدون استاپ، 30 روز، 30 دقیقه اگه میتونی بیشتر. برای خودت این چالش بذار، هر روز با فرانسه در ارتباط باشی، هر روز بشنویش. و بعد از 30 روز قطعاً اون چیزی که در خودت میبینی و اون تفاوتی که در خودت احساس میکنی خیلی چشم میگیره. بنابراین پا در این چالش بذار و اگه این کار کردی، اگه پایبند بودی، به منم تو کامنت‌ها بگو تا منم خوشحال بشم. خب رسیدیم به آخر ویدیو، امیدوارم این ویدیو هم براتون مناسب باشه. قطع یقین بدونید پیشنهاداتون، انتقاداتون توی کامنت‌ها خیلی برام موثره و پیشنهادایی که برای ویدیوهای بعدی دارید. ممنونم منو همراهی کردید، ممنونم وقت گذاشتید و این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم موثر باشه، که اگر بوده ممنون شم لایک کنید و با گذاشتن کامنت‌ها منو در ادامه راه کوغژه کنید، هول بدید تا بتونیم با هم قوی‌تر، مؤثرتر، پررنگ‌تر، سبزتر، نورانی‌تر با هم دیگه باشیم. ممنونم که هستید. شب و روزتون بخیر. بون جورنه، بون سواره، الی پروشن.